پیمانه به عزا نشسته ای؟ آیا در خیمه؟ مولای من تسلیت میگویم شال عزای جد غریبتان را که بر روی شانه های صبوریتان سنگینی میکند. امشب هم اضطراب من به خاطر پریشانی شماست. شما که نمیدانم در این لحظات سنگین در کجای عالم هستید. آیا در خیمه قربت خود مظلومانه به عزا نشسته اید؟ یا که همراه مادر مظلومتان در کنار تابوت جد قریبتان زانوی غم به بغل گرفته اید؟ یا که در شهر کاظمین هستی و یا در میان شیعیان عزادار شما هم بر سر و سینه میزنید؟ ای حضرت منتقم، هر کجا هستید سرتان سلامت. خداوند را قسم می دهم به آبرو و حرمت زندانی امشب که مولای من را از زندان قربت و غیبت آزاد کنی. به امید فرجت هر لحظه و هر شب، اللهم عجل ولیک فرج.
رب الحسین، با عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان محترم شبکه جهانی با موسیل علیه السلام، به عرض تسلیت دارم خدمت آقا و مولا و اربابمون آقا سید الشهدا و برادر با وفاش حضرت قمر منیر بنی هاشم حضرت ابوالفضل، به عرض تسلیت به ساعت مقدس آقا و مولام حضرت بقیت الله. یه عرض تسلیت دیگه هم باید امشب بگم به ولی نعمتمون، خصوصا نعمت ما فارسی زبونا و ایرانیا، یعنی آقا علی ابن موسر رضا و خواهر گرامیش حضرت معصومه علیها سلام، به واسطه این که امشب شب شهادت پدر بزرگوارشونه و به محضر ساداتی که غالبا به موسی بن جعفر میرسند و تک تک شما بینندگان این که الان نشستید پای گیرنده هاتون و دارید برنامه اینجا کربلا رو نگاه میکنم، امشب یقینم و البته و صد البته میدانم که برای سادات خیلی شب حزن‌آور، چون امشب شب شهادت جد بزرگوارشون آقا موسی بن جعفره، اون آقایی که قربونش برم هر وقت گرفتار میشدیم یا مریض میشدیم، خصوصا ما بچه سیدا مادرامون میگفتن که یا موسی بن جعفر یا باب الحوائج، فرزند من از نسل توه، خودت محافظش باش و هواشو داشته باش. فدای اون آقایی که خودش زمزمه میکرد در اعماق چاه ها، ای خدایی که یوسف را از عمق چاه نجات دادی و عزیزش کردی، ای کسی که یونس را از دل ماهی رهانیدی، من رو دیگه از زندان هارون خلاص کن. فدای اون آقایی که در اوج پادشاهی بزرگی او رو به زندان انداختن به خیال این که میخواند کوچیکش بکنن، اما امشب همه ما عزادار این آقا هستیم. شاهد کلام من هم خیلی این جمعیتی است که الان توی کاظمین دارن عزاداری میکنند و ما هم نیت داریم به جوی برنامه امروز در کربلا، برنامه‌ای که از کاظمین دارن برای شما پخش میکنن و نشون بدیم. بذارین همین اول برنامه یه بار دیگه برگردیم کاظمین، دلامون رو گره بزنیم به خیلی این جمعیتی که همراه با این نوای محزون دارن سینه زنی میکنن و عرض ارادت میکنن، ما هم خودمون رو لابلای این جمعیت جا بدیم و ما هم بگیم آقا جان سرت سلامت، تعزیت ما رو بپذیر و هر کجا هستی انشالله در صحت و سلامت باشید. با من بریم به کازم لتشیع الغرب، صیح سجن مظلم سجر كل قلب جمرة سجن مظلم سجر كل قلب جمرة بالدمع ما تنخمد نار المشعرة بالدمع ما تنخمد كانها حفرت للنعش فاطمة الزهرة كانها حفرت للنعش فاطمة الزهرة أعلى أعلى عليك الزهرة كانها حفرت تجري عالكاظم غدت عبرة على عبرة تجري عالكاظم صاحت وللنعش بالمدمع تنظرة يا ابني جيت وردت تشيعك أحضرة يا ابني جيت وردت تشيعك أحضرة
يا ابني جيت ورد التش خب اینم تصاویری که از حرم آقا موسی بن جعفر برای شما رفقا به طور زنده الان ارتباط برقرار میشه دائما که من که هنوز داره توی مانیتور تصاویری که دارن از حرم دوستان ارسال میکنن شما دارین میبینید خدمتتون عرضم که ببینید الان یه چیز حدود 10 ساله که کشور عراق از جور صدام آزاد شده اما قبلترش رو اگه نگاه بکنید چیز حدود 35 سال شاید تحت فشار و ظلم این نامرد نانجیب صدام ملعون بود
و خیلی از این لذایذی که الان در آزادی در پرتو اهل بیت داریم و قبلا نداشتیم، الان خیلی میلیونی جمعیت هم در طریقند برسن به آقا موسی بن جعفر، خیلی هم که رسیدن الان توی عزاداری دارن شرکت میکنن. میخوام بگم این آزادی رو در پرتو یک چیزی داریم، این که ما یک یا حسین و یک یا علی مشتی بگیم، یعنی راستا حسینی بیایم پا وایسیم برای اینکه دنیامون رو تغییر بدیم برای آمدن آقا و مولا حضرت بقیت الله حضرت مهدی. اما برگردم سر حرف خودم، امشب برای بچه سیدا یه حال هوایی دیگه ای داره. برای من طبعا به یک دلیل خاصی که حالا عرض میکنم چرا، من های بحث این که سیدم رو خب میرسه نسبم به آقا موسی بن جعفر، یه حال هوای فاطمی داره دلم. چرا؟ به دلیل این که آقا موسی بن جعفر خیلی مادری بودند، دشمنم اینو خوب فهمیده بود. وقتی توی عمر زندان میخواست آقا رو دشمن اذیت بکنه، میدونست که حضرت نسبت به مادرشون حساسن، این خیلی از اون قدیمی ترهای خودش، این اون نامردهایی که در روزگار ثبت کردن خودشون رو به اسم نامرد و به بدی، با او گونه ای رفتار میکرد که دل موسی بن جعفر آزرده بشه. یعنی توهین بالاتر از این نداریم که به مادرشون هم احترام آبرو داشته که میونه تمام ذوات مقدسه به باب الحوائج خونده شده. پس یعنی اگر شمایی که امشب بیننده ما هستی حاجت داری، بسم الله سفره دلت رو پهن کن و با این آقایی که همه او رو به باب الحوائج میشناسند تو هم حرف دلت رو بزنی. خیلی حضرت قریبند، اینقدر قریب که وقتی از خونه اومده بیرون 14 سال انتظار کشیده معصومه تا یک صدایی، یک ندایی از پدر به گوشش برسه. امشب آی مردم حواستون جمع باشه، دو تا حاجت میخواییم از این آقا بگیریم. یکی برای اونهایی که بیمار جسمی هست و حاجت دوممون که خیلی مهمه، چون بیماری جسمی خوب میشه اما بیماری دوم و حاجت دوم اون بیماری روحیه که جز این طبیبان کس دیگری نمیتونه مداواش بکنه. و مهمترین حرفی که امشب میخوام بزنم که شامل همون حاجت دوم و بیماری روحی بشه اینه که خدایا به حق این آقایی که در زندان ها بود ما را از زندان نفسمون رها کنه. بریم صداهای شما رو بشنویم بعد میخونیم. یا علی سلام علیکی یا عبدالله حسین مریم هستم از تهران. آقا جان توی کاریمون جن بودم تو برم دو بود. لله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. السلام علیک یا ابوالحسن یا علی ابن موسی رضا یا امام حسین یا حضرت عبدالحضرت عباس، السلام علیکم رحمت الله و برکاته. علی اکبر امیری اشکزری از ایران کرج محمد شهر. سلام محمد لرزگر از دانت میبود یزدن کشور میگن از آقام مانوسه التماس دعا دارم، ازش میخوام به پهلی شکسته مادرش بچم سالم نمیده بیار، از همم التماس دعا دارم
بالم دارش ختم بشه بیا هر یه سرش. سلام علیکم، سلام بر امام حسین، سلام بر یاران با وفایش. من از کشور ایران تماس میگیرم، خانم پناهی هستم. نظر میکنم برای شبکه جهانی، انشالله حال شما دعا کنید تو حرم امامزه. من حاجت گرفتم گوشوارم و نظر شبکه امام حسین. با تشکر از شما، خدا نگهدار. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوسیین، السلام علیک یا ابن فاطمه الزهرا سیده نساء العالمین. یا امام حسین الان چند سال که در خونت نشستم به انتظار شفا. تو را به جان رقی خاتون، تو را به جان زینب، تو را به عباس، تو را به جان آن بانوی سیلی خورده، همه بیماران شفا بده، منم شفا بده. من از دوستان فارس تماس میگیرم. ممنون خدا. یا بابا الحوائج، ما زندونی نفس خودمون شدیم. امشب هم اومدیم توی دارالشفا که شما یه نگاهی به ما بکنی، یه مرحمتی بکنی، یه لطفی بکنی، از این زندون نفس و از این زندون درونمون نجات پیدا بکنی. آقا شنیدم اون زن بدکارهی رو که فرستادن شما رو عذیت کنه، به یه نگاهی او رو هدایت کردی، کاری کردی که زن بدکاره شد عابد زمان خودش. شنیدم تمام اون کسانی که شما رو توی زندان اومدن عذیت کنن، شما یه جورایی از قید نفسشون رهاشون کردی و پرشون دادی رفتن تا عالم بالا. به جای اینکه بد باشن شدن خوب. یا موسی بن جعفر، من یه زندان تنگ دارم به اندازه دلم که گاهی روحم رو عذاب میده. اگه شما از زندان هارون خسته شدی و گفتی یا رب خلصنی من سجن هارون، من میگم آقا جان خسته شدم از دست خودم، بیا و یه کاری کن من رو رها کن. به حق اون لحظه‌ای که آقا جان، به حق اون لحظه‌ای که 4 عرب سیاه یه تخت پاره رو دوش گرفتن، آروم آروم آمدن و گذاشتن روی جسم بغداد و یکی اون جلو جلوها به طور نامردی فریاد میزد هادا امام الرفضه، ببینید این امام خارجی هاست، و اومدن تن رنجور تو رو برداشتن. به اون لحظه ای که تا بدن شما رو بلند کردن دیدن یا للعجب، تنی که 14 زیر اعماق زمین توی سیاهچال ها بوده و اونم سیاهچال های نمناک نمنور، باید سبکتر از این بشه، چقدر سنگینه. تا رو پوش و کنار زدن دیدن ای وا اسفا، هنوز بر این بدن قل و جامه هست. به اون لحظه حساس و به اون لحظه ای که معصومه منتظر به اینکه خدا جوابی از بابام بیاد، به حق اون آقایی که شما هم براش گریه می کردید، همون جانت رو میگم، ابوالفضل عباس شد دوتا باب الحوائج امشب. یه قسم بدم که میدونم ردخور نداره. گفتن سخت‌ترین لحظه اون موقعی بود که زندانبان میومد
وقت تو رو اذیت میکرد؟ چی؟ اون موقعی که خیلی گریه کردی گفتن چرا گریه میکنی؟ که خود زندانبان هم تعجب کرده بود چرا اینقدر رنجور و ناراحتی رو کردی و فرمودی من مرد بودم، از ضربات سیلی تو تمام جسمم سیاه و کبود شده. یک لحظه یاد از مادر شهیدت کردی فاطمه، که چه کرد اون دست سنگین با صورت نازکتر از گل او، و اون ضربه ای که در کوچه ها بر صورت او خورد. آقا به اون لحظه بیا و ما رو از نفس خودمون رها کن. آقا من هم اسیر وجود خودمم. کجاست اون نگاه رأفت تو؟ بیا و منو آزادم کن. تو را به جان مادرت فاطمه. بیا میخوام سر بزنم به بیابون از این دست نفس، اما تویی که میتونی منو نجات بدی. میخوام برم دلم رو بسپارم به اون جایی که نوایش، صداش، حال و هواش دل آروم میکنه و هر کی بیاد دست پر بر میگرده. بریم حرم ابوالفضل امشب، باب الحوایج، آقا قمر بنی هاشم هم بیاریمش توی برنامه‌مون و دار و شفامون رو رنگین تر از قبل بکنیم. بریم حرم آقا ابوالفضل. دامن فاطمه سرت روی پیکرت، از دو چشم من خون می شود جاری، خون می شود جاری. آید کنار القمه با ناله و با زمزمه، پهلو شکست فاطمه، ای یادگار حیدر، داری تو موی مادر. این چیده در گوشم گوشم، ادرک اخای تو، هر لحظه بر دیده بگذرم، ای علم دارم خیمه در خیمه دست جدای تو. وا ویلا وا ویلا وا ویلا وا لا افتادم در پای تو، خون شد غمه رنای تو، گم کردم اعضای تو، گم کردم اعضای تو. وای از دل کبابم کو مشک قبض آبم، وای از دل کبابم. ای موسای قوم محمد، سلام بر شکیبایی شما در زندانهای تاریک هارون. 14 سال با رنج و غم و غم دوری فرزندان زندگی کردن بر شما چگونه گذشت؟ آه که میله های زندان بزرگترین دلیل مظلومیت شماست و قل و زنجیر دست و پاهای شما بهترین راویه مصائبتان. شهادت موسی بن جعفر بر همگان خصوصا امام زمان تسلیت باد. 913-2382 شهادت حضرت امام موسی کاظم علیه السلام رو بر عموم شیعیان جهان تسلیت میگویم. گرفتاری زیاد دارم، بیمار هستم، از شما هم التماس دعا دارم. 913
47-06. خدایا دو تا حاجت دارم که زندگیم به اون گره خورده. امشب شب شهادت مولا موسی بن جعفر و ماه رجب. قسمت میدم به آرزوی دل زینب و قسمت میدم به اون روزای با عظمت. حاجت روام کن، التماست میکنم، حاجت من رو هم بده. 935-41-69. ای قریب زندان بی کسی که درد بی کسی ما را میفهمی و این درد بی کسی ما رو زمینگیر کرده. قصه تنهایی در زندگی ما جاری است. آقا جان قربت رو به نام تو میشناسیم و از ظلمت به اسم اعظم تو پناه میبریم. هر وقت در ظلمت تنهایی دلمان میگیرد بی اختیار میگوییم یا موسی بن جعفر. 913-71-95. قربون تو بیننده‌ای برم که این پیامک زیبا رو برای ما ارسال کردی. یا حضرت معصومه، ای یادگار زهرا، بزم عزا بپا کن امشب برای بابا. ای شیعیان بیارید عطر و گلاب، موسی بن جعفر آزاد گردد ز کنج زندان. شهادت آقا و مولا موسی بن جعفر تسلیت باد. 938-1997. یا موسی بن جعفر، ما را از زندان دنیا رها کن و در آن دنیا نیز شفاعت نمو. 912-0-673. السلام علیک یا باب الحوائج. شهادت امام موسی کاظم رو به محبان و شیعیان اهل بیت و همچنین شبکه مقدسه امام حسین تسلیت عرض میکنم. التماس دعا داریم مریضا رو یادتون نره. 918-0802. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. یا امام حسین پدرم رو شفا بده، حوائج ما رو برآورده کن. 913-47-06. برنامه اینجا کربلا. السلام علیک یا قمر بنی هاشم. آقا جان شما رو قسم به اون لحظه ای که شش ماه جلو چشمات اومد با لبای تشنش، قسمتون میدم به فریادم برسید، بیماریم و شفا عنایت کنید. آقا جان امیدم و ناامید نکن. 914-65-63. السلام علیک یا موسی بن جعفر، تو رو به جان پسرت امام رضا قسمت میدم، هر کسی هر کجا مریضی داره مریضش رو شفا بده. مریض ما رو هم که اسمش رحیمه و اسمس و ام اس داره شفا بده. 917-85-95. سلام بر حسین. آقا جان در شب شهادت موسی بن جعفر پیام زدم که فرزندم رو دعا کنی، اون کسی رو که دکترها جوابش کردن و شما دیگه جوابش نکنی. 917-96-16. امروز شما رو خدا از ته قلب، امروز شما رو تو رو به خدا از ته قلب برای بچه دار شدنم دعا کنید. 911-0-117. خدایا به حق باب الحوائج قمر بنی هاشم و به حق باب الحوائج آقا موسی بن جعفر و به حق باب الحوائج آقا علی اصغر، اون کسی که آرزو داره کنیزی داشته باشه و اون کسی که آرزو داره غلامی داشته باشه برای اهل بیت، امشب به حق این سه تا باب الحوائج
حاجت رواش بفرما. السلام علیک یا ابا عبدالله، یا ابا الفضل عباس، آجون مریضا رو شفا بده، پدر و مادر من هم شفا بده، دعای مخصوص دارم. 938 99 55. آجام اسم بچه خواهرم امیر علی رو فرستادم که رفقای شبکه بیاندازن توی ذریع شما، اون هم اسمش رو بخونن تو دار و شفا. براش دعا کنید. 918 0 969. این پیامک خیلی زیباست، پیامک آخرم باشه. سلام یا حضرت عباس، ستور که دلم بیماره، سرطان عشق داره، یا عباس درمانش لطف شماست. 918 20 11. خیلی ها دیگه پیام داده بودند و التماس دعا گفته بودند و من هم وقتم تمامه. بایستی اسمشون رو میخوندم اما چه کنم، وقتم تمامه. خیلی ها قسم دادن دختر 3 ساله ابی عبدالله رو، مادری که 43 روز تو کماست، امیدوارم پنجشنبه خبر بده که از کما در اومده. خیلی کسایی که پیام دادند و گفتند که ما رو دعا بکنید، یکی که اینها رو من مد نظر دارم، باور کنید حواسم هست و رفقا کبوترمون این اسمها رو خواهند برد و به حرم می اندازن و یقینا شما جواب خوب خواهید داد. و هم ما حرف آخرم یک کلام، ختم کلام، نامردی کربلا باشیم و یاد از اون آقایی که گفتند لا یوم که یوم که یا عباد لا نکنیم. اگه موسی بن جعفر رو قریبانه گذاشتن روی پل بغداد، اما یک بازاری در بغداد